بپردازیم به سال 88 به طور مشخص که شما هم در ایران بودید و مستقیما در جریان سازوکار چگونگی برخورد با تظاهرات میلیونی مردم بودید. خواهش میکنم درباره این موضوع تا اونجا که میشود با جزئیات بفرمایید. عرض کنم که سال 88 یه سالی بود که هیچ وقت فراموش نخواهد شد. اگر بخوایم برگردیم به اون زمان باید بدونیم که اداره نقشه اطلاعات سپاه یا اداره نقشه فرماندهی های مختلف نیروهای نظامی همگی برآوردشون بر این مقدار بود که 1,000,000 تا 1,100,000 نفر اگر حرکت اعتراضی در کشور باشه شاهد خواهیم بود که در خیابان ها حضور پیدا میکنن. به همین دلیل رسته سپاه اسرارالله یا همون فرماندهی سپاه اسرارالله محلی که جمع‌آوری میکنه نیروهای امنیتی رو برای سرکوب مردمی آماده سازی شده بود برای 850,000 نفر تا 1,000,000 نفر. اما باید اول حضورتون عرض کنم که خط قرمزهایی در تهران هست. به عنوان مثال صدا و سیما یکی از خط قرمزهاست که سپاه محمد رسول الله و فرماندهی انتظامی ناجا در کنارشه. از طرفی بیت خامنه ای در میشه گفت در مرکز تهران تقریبا خط قرمزهای مختلفی داره. خیابون جمهوری در شمال، در جنوب پاستور، کارگر و خیابون ولیعصر، محل‌هایی که منتهی میشن به بیت خامنه ای حتما از نیروهای امنیتی سپاه اسرائیل پر میشدن، اما خود نیروهای ولی امر کار خودشون انجام میدادن. ولی باید ببینیم که سازماندهی به چه شکله. سپاه اسرائیل اون موقع فرماندهی ارشدش دستور از بیت رهبری و شخص مجتبی خامنه ای داشت در جهت سرکوب مردم. یگانهایی مثل سپاه بیت المقدس، سپاه سید و شهدا، گردان عاشورا و زهرا و سپاه محمد رسول الله در کنار اون قرار گرفته بودند. سرکوب مردمی قرار بود به این شکل باشه که از تیرهای رنگی استفاده بشه برای سرکوب و ترسوندن مردم. ولی زمانی که اولا بگم که برآورد متروی شهری تهران در روز 2,500,000 تا 2,700,000 نفر تردد رو داره، اما از مترو خیابون جمهوری تقریبا میشه گفت که در ساعت‌های آخریه روز تقریبا یه چیز حدود 1,200,000 نفر مردم بیرون اومده بودن و امنیت بیت خامنه‌ای به خطر افتاده بود. در نتیجه اومدن از تیرهای جنگی استفاده کردن. تیرهای جنگی و 36 نفر کشته در روز 25 خرداد ما که ادامه‌شو در 30 خرداد و روزهای دیگه هم داشتیم. طریقه سرکوب یه مقداری افسار گسیخته شده بود. 3,000,000 نفر تقریبا 3,200,000 نفر در کانون قدرت جمهوری اسلامی جمع شده بودند. پس جمهوری اسلامی یک جوری باید اینا رو سرکوب میکرد. از طرفی در شهرستانهای مختلف هم همین اتفاق افتاده بود. در دانشگاه اصفهان، در دانشگاه تبریز، در دانشگاه شیراز تمامی این اعتراضات علنی شده بود و مردم داشتن حرکت‌های خودشون رو آغاز می‌کردن. از طرفی نیروی انتظامی به فرماندهی شورای سپاه خبر داده بود که ما نمیتونیم اینها رو از خروششون باز داریم و نیاز به نیروهای کمکی است. در اون لحظه نیروهای سپاهی که خدمتتون عرض کردم، گردانهای مختلف در شهرستان و سپاه اسرارالله در تهران فعالیت خودشون رو آغاز کردند. تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های شهر، تمامی فرودگاه‌ها، تمامی متروها، تمامی دوربین‌های کنترل ترافیک در سطح شهر و تمامی دوربین‌های امنیتی در کل شهرستان‌های مختلف به خصوص پایتخت همگی به روی مرکز کنترل بیت خامنه‌ای فوکوس کرده بودند و همگی اونجا جمع شده بودند و تمامی عملکرد فرماندهیش از درون شورای سپاه، از درون بیت خامنه‌ای بود و تمامی سرکوب‌هایی که انجام شد توسط نیروهایی بود که متأسفانه نیروهای عقیدتی هستند. و همون روز ما شاهد بودیم ریزش افسرانی که در سپاه کار میکردند و در نیروی انتظامی کار میکردند و اونها به سوی مردم شلیکی نداشتن. اینجا بگم که اکثرا کسایی که شلیک میکردند، حالا تحت عنوان تکتیر انداز و تحت عنوان سرکوب مردمی، تمامی کسایی بودند که نیروهای ایدئولوژیک بودند و نیروهایی بودند که تحت عنوان هسته‌های ویژه در کشور دارن کار میکنن که اونم بحث مفصل خودشو داره. و شخص همین آقای میرکاظمی هم یکی از همون فرماندهی نیروهای هسته‌های ویژه بود در سطح پایتخت. آقای ترکمان، دو نکته، حالا نکات بسیاری است که پرسش دارم از شما. یکی اینکه فرمودید که خط قرمزها که یکی دور صدا و سیما و یکی دور بیت رهبر، آیا اینها این خط قرمزها با معیار، یعنی در واقع یک چارچوبه ای، اینا با معیار
کیلومتر محاسبه میشه. فرض بفرمایید که از چهار طرف به یک کیلومتر دیگه تظاهرات مردم نذارن نزدیک بشه و اگر نزدیک شد تیراندازی بکنن، این چگونه است؟ بر چه معیاری محاسبه شده و چقدره این خط قرمز؟ ببینید معیار خاص نداره. هر زمانی که احساس خطر بشه، ببینید نوع خروش مردمی و نوع حرکت‌های مردمی متفاوته. یه حرکت هست که خیلی آرامه، حرکت آرام زیاد واکنشی نداره، ولی چون که امنیت بیت خامنه‌ای خیلی پایین هست و در جایی هست که اصلا عموما نمیشه امنیتش رو تامین کرد به دلیل کوچکی اون محل، تقریبا یه چیز حدود 1000 متر، و این محل به دلیل همسایگانی که داره، چون که همه اونجا زندگی دارن میکنن در اطراف و خونه های مسکونی است، امنیت بیت خامنه‌ای بسیار پایینه. یعنی اگر مردم تصمیم بر این داشتن در اون روز حتی بنشینن در اطراف بیت خامنه‌ای، اریکه قدرت از دست اینا رفته بود، چون که تمامی عبور و مرورها، تمامی درمانی که برای بیت رهبری میره یا تمامی حتی عبور مرور فرزندان خامنه‌ای به اون محل از بین میره و نمیتونست کاری انجام بده. از طرف نیروهای سرکوبگری که در خود سپاه ولیعمر و اعضای سپاه ولیعمر هستن، از جلوگیری مردم باز مونده بودن، چون که دیواره امنیتی بیت خامنه‌ای زیاد گسترده نیست و بیشترین تعدادی که میشه در اون ناحیه قرار داد برای سرکوب یه چیز حدود 150 تا 200 نفره. ولی خب صدا و سیما هم یکی از اریکه‌های قدرتمند جمهوری اسلامی، یعنی کافیه که صدا و سیما از دست اینا خارج بشه، تمامی اون واکنش‌های فرهنگی یا اطلاعاتی رسانه‌ای که دارن از دستشون خارج بشه. ولی اون خروش مردمی در اطراف بیت خامنه‌ای در روز 25 خرداد به سمتی میشه گفت که نگاه امنیتی پیدا شد. اون زمان وقتی قرار شد که تیرهای رنگی پرت بشه به سمت مردم، قرار بر این نبود که 850 هزار نفر تقریبا 3 میلیون و 200 هزار نفر به اون سمت بیان. قرار بر این بود که 850 هزار نفر باشن، 1 میلیون نفر باشن، و این دید زمانی به هم خورد که تعداد مردم از اون حد نصاب بیشتر بود. پس اینا واکنششون عملا واکنشی در دفاع از خامنه ای و خانواده خامنه ای، یعنی که شکل خاصی نداره، ولی خب برد مسافت یه مقداری مهمه و عریض و طویل بودن خیابون‌های اطراف و محل‌هایی که مد نظر هست برای امنیت، اونها هم دخیل در این مسئله. ولی در برخورد با تظاهرات سال 88 می‌فرمایید که دقیقاً این خط قرمز مشخص شده بود، یعنی مثلا هفته آینده یه خط قرمز مشخص کردند که خیابون‌هایی که شما فرمودید در اطراف صدا و سیما و بیت رهبر. خط قرمز همیشه از جناب فلاحتی، یعنی همین امروز اگر برای همچین اتفاقی که در سال 88 شاهد بودیم، خط قرمز همین خیابان هاست. یعنی تا قبل از اون با مدارا با مردم برخورد میشه. اگر بخوان این محدوده ای رو که خدمتون تعریف کردم، جمهوری، کارگر، پاستور و ولیعصر، این محیط رو بخوان بشکنن، حتما نیروهایی که اطراف بیت خامنه ای هستن و در صدا و سیما به همین شکل، اونها وظیفه خودشون رو انجام خواهند داد، وظیفه ای که تعریف شده در اون کادر سپاه ولیعمری که اونها محافظت میکنن. خط قرمز همیشه خط قرمز بوده و تا آخر هم ادامه داره. بله، من فقط یه توضیح بدم که سپاه ولیعمر که میفرماین آقای ترکمان، سپاه 15000 نفره 15200 نفره گارد در واقع تامین کننده امنیت آقای خامنه‌ای است. آقای ترکمان فرمودید 36 کشته در 25 خرداد 88 اگه اشتباه نکنم. این آمار رو اولا از کجا آوردین؟ ثانیا این آمار آیا مستقیما منتقل میشد به نهادهای سپاه یا اون شورای سپاه و واکنش چه بود؟ ببینید من اون زمان در مرکز کنترل بیت خامنه‌ای بودم، تمامی دوربین ها فوکوس هست در مرکز کنترل و وقتی کسی تیر میخوره سریعا نیروهایی که در محدوده هستن سعی میکنن که اجساد یا اون کسایی که زخمی شدن رو وارد کنن به یکی از پادگان ها یا یکی از تیمای امنیتی نزدیک به محلی که ایشون مصدوم شده و سعی میکنن که این کار انجام بشه. ولی متاسفانه اون روز به دلیل کثرت مردم و تعداد زیادی که مردم بودن، اکثرا افرادی که تیر می‌خوردن و مصدوم می‌شدن زیر دست و پا له می‌شدن و حتی تشخیص هویت اونها مشکل شده بود. اینها رو ما توسط مرکز کنترل می‌دیدیم، این افراد کشیده می‌شدن در اون پادگانی که خدمتتون عرض کردم اطراف بیت خامنه‌ای که یکیشون در میدان هور هست
و این افراد به سختی تحویل به خانواده هاشون شدن، چون که هنوز حادثه امیرآباد اتفاق نیفتاده بود و شبانه این افراد رو خاک کردن. من نمیدونم که آیا خانواده اونها هنوز در راستای اون سرکوب حرفی زدن یا نه، ولی من به چشم خودم شاهد بودم که 36 نفر در اون روز کشته شدن و به حد اینها زخمی و زیر دست و پا له شده بودن که حتی تشخیص هویت اونها مشکل شده بود. آقای ترکمان، سال 88 از چند ماه قبلش یا چند هفته قبلش تدارک دیده میشد برای برخورد با تظاهرات احتمالی خیابونی؟ یه توضیح کلی خدمتون میدم. سپاه سارالله سپاه امنیتی تهران است. قبلا آقای عزیز جعفری فرمانده سپاه فرمانده ایشو به عهده داشت. از سال 87 این سپاه امنیتی شد. سردار حجازی با حفظ سمتش اومد در اونجا فرماندهی رو به عهده گرفت. نیروهایی که در راستای سرکوب مردمی کار میکنن تقریبا میشه گفت که از 2 ماه قبل از انتخابات آمادگی خودشون رو باید به دست بیارن، ولی از 2 هفته قبل از انتخابات نیروهای تاثیرگذار مثل اداره نقشه، مثل اداره کنترل، یعنی همون کنترل بیت خامنه‌ای و اداراتی که تصمیم گیری برای نیروچینی در قسمت‌های مختلف می‌کنن، از 2 هفته قبل در قرنطینه قرار می‌گیرن. قرنطینه به معنی اینکه آیند و روند ندارن، تلفن‌هاشون از دستشون خارج میشه و کسانی هستن که فوکوس می‌کنن بر روی تصمیم گیری و طراحی برای سرکوب مردمی. و این افراد حتی تا زمانی که وضعیت سفید اعلام نشه، وضعیت سفید به معنی وضعیت عادی برای سپاه نه برای سرکوبای مردمی، تا زمانی که وضعیت سفید اعلام نشه اینها حتی نمیتونن از اون محدوده خارج بشن و این نیروها تمامی تصمیم گیری هایی که انجام میدن، تمامی پلن هایی که آماده میکنن برای سرکوب توسط همین شورای سپاهی که خدمتتون عرض کردم متشکل از افراد مختلف است که آقای احمد وعیدی وزیر دفاع اون موقع نقش موثر داشت و تمامی پلن ها رو اون تصمیم گیری و امضا میکرد، تصمیم گیری میکنن و کار رو انجام میدن. یعنی که همیشه از قبل آمادگی دارن و این آمادگی رو من بگم که آمادگی نیست که مردم ازش بترسن. 500 هزار نیروی مسلح در ایران هست که تمامی اونها به سرکوب مردمی اهمیت نمیدن، یعنی نمیخوان که این اتفاق بیفته. در سال 88 ما 1/4 نیروهای سپاه رو داشتیم که ریزش کردن و حاضر نشدن در روبروی مردم قرار بگیرن. این چیزایی که خدمتتون عرض کردم کلیاتی بود از اشکال مختلف سرکوب در داخل کشور، اما این قضیه رو هم به یاد داشته باشیم که اگر مردم بخوان خیلی راحت در کنار در روبروی همین افراد میتونن قرار بگیرن و فقط یک منحنی هست و فقط یک شکل تفسیر شده است، در مقابل مردم عملا هیچ کاری نمیتونن انجام بدن.